306. یه دونه بیزی داریم. خودش شکل و طوری کشیده که اینجا 90 درجه شد. دقت بکنید. اینم یه دایره محاطی تو این مثلث. درسته؟ شای دایره محاطی داخلی مثلث قائم زاویه MF رو شای دایره رو می‌خوایم. شای دایره محاطی همیشه میشه S به روی P. قبلا هم سر کلاس ثابت. تو همه مثلثا شای دایره محاطی میشه S به روی P. این مثلث رو نگاه کنید. الان توضیح میدم. این دایره محاطی باشه. واسه مثلث. این شای دایره محاطیمون باشه R. اینم R. اینم R. درست. شما این سه تا مثلث رو نگاه کنید. S مثلث برابر میشه با S O A B به اضافه S O A C به اضافه S O B C. با این S کاری ندارم. S O A B میشه این ارتفاع ضرب در قاعده، پس یک دوم R ضرب در A B. O A C میشه یک دوم R ضرب در A C. نمی یک دوم R ضرب در B C. درسته؟ از آرش فاکتور بگیرید، اس مساوی میشه با آر ضرب داره آبی به اضافه آسی به اضافه بی سی تقسیم بر دو. محیط مثلث مگه با دو پی نشون نمیدادن؟ آبی به اضافه آسی به اضافه بی سی میشه دو پی، تقسیم بر دو میشه پی، پس اس میشه آر پی، پس آر میشه اس پی هم دیگه. درست شد؟ فهمیدی چطور شد؟ مشکلی که نیست. این تا اینجا. حالا بیایم ببینیم که چجوری میشه اینو حساب کرد. قطرهای بزرگ و کوچیک داده. دو آ را داده چند؟ ده. دو بی را داده شیش. از اینجا سی چند به دست میاد؟ چهار به دست میاد. درسته؟ سی میشه چهار. دو سی میشه هشت. بچه محیط این مثلث، محیط این مثلث، این به اضافه این که میشه دو آ، اینم میشه دو سی. محیط مثلث میشه دو سی، دو آ به اضافه دو سی. قبول دارید؟ محیط مثلث ام اف اف پریم میشه دو آ به اضافه دو سی. درسته؟ دو آمون که دهه، دو سیمون هم که هشته، پس چقدر میشه؟ هیجده. پی مون میشه نو، پی نصف اینه. درسته؟ آها ببخشید، دو بی رو شیش، هشت داده، ببخشید، دو بی رو هشت داده، پس این میشه شیش، پس میشه شونزده. پی نصف محیطه، خود محیط نیست، پس پی مون میشه هشت. این پی، محیط مثلث با دو پی نشون میدن. محیط مثلث با دو پی نشون میدن. پی منظور نصف محیطه. درسته؟ پس پی شد چقدر؟ هشت. حالا مونده اس رو پیدا بکنم، مساحت این مثلث رو پیدا بکنم. مساحت مثلث اس ام اف پریم میشه یک دوم ام اف ضرب در ام اف پریم. میخوام MF به اضافه ضرب در MF پریم رو پیدا بکنم. MF به اضافه MF پریم میشه دو آ، همون ده میشه. درسته؟ به توان دو میرسونم. MF به توان دو، MF پریم به توان دو، به اضافه دو تا MF در MF پریم میشه صد. MF دو به اضافه MF پریم دو، مثلث قائم زاویه است. FF پریم به توان دو میشه. درسته؟ میشه 36.
36 به اضافه 2 تا MF در MF پریم میشه 100. پس 2 تا MF MF پریم میشه 64، MF در MF پریم میشه چقدر؟ 32. اینجا میشه 1/2 ضرب در 32 میشه 16. پس میام اینجا جاگذاری میکنم، آرم میشه 16 به روی 8 میشه 2. کدوم گزینه میشه؟ گزینه 2. پس پی نصف محیطه آره؟ پی نصف محیطه. 307 در بیزی مقابل آ پریم ب ب پریم قطره بزرگ کوچک اف کانون هست. اگر شکلمون رو بکشیم ببینیم چی هست. اف پریم کانون. A B F پریم A B F پریم شده 90 درجه. بچه دقت کنید، خودش گفت اینجا 90 درجه است. درست. بعد خروج از مرکز بیزی رو خواسته. خروج از مرکز بیزی. خروج از مرکز یعنی E یعنی C A. بچه اینجا آیه. درسته؟ اینجا چیه؟ سیه. اینجا هم چیه؟ آیه. درسته؟ او آ میشه آ دیگه. درسته؟ مثلث قائم الزاویه مثلث اف پریم بی آ زاویه بی 90 درجه هست. پس میتونم بنویسم که بی اف بی اف پریم به توان 2 مساوی میشه با او اف پریم ضرب داره F پریم آ. میشه اینطوری نوشت یا نه؟ تو مثلث قائم زاویه یک ضلع زاویه قائمه برابر میشه تصویرش ضرب داره کل وتر دیگه. درسته؟ حالا B F پریم یعنی آ، آ به توان 2 برابر میشه O F پریم. بچه اسمش چی بود؟ O F پریم اسمش چی بود؟ C. F پریم آ اسمش چی بود؟ آی به علاوه سی. پس آ دو مساوی میشه آ سی به اضافه سی دو. من از اینجا سی آم میخوام پیدا بکنم، طرفین رو تقسیم بر آ دو بکنم چی میشه؟ یک. آ سی تقسیم بر آ دو سه آم. سی دو بروی آ دو مگه نمیشه؟ سی آم مگه ای نبود؟ ای دو به اضافه ای منهای یک مساوی صفر شده، معادله درجه دو. دلتا میشه یک به اضافه چهار میشه پنج. منفی یک به اضافه رادیکال پنج تقسیم بر دو. منفی یک منه رادیکال پنج تقسیم بر دو. ای منفی میشه؟ نه. پس این میره کنار. پس ایمون میشه رادیکال پنج منهای یک تقسیم بر دو. کدوم گزینه؟ سه. گزینه سه. آه آه بسار. اینجا شیگه مال آ میشه تصویرش روی کنید کلن توی مثلث قائم الزاویه. اینجا مثلث قائم الزاویه باشه آ ب سه. اینجا عمود رسم بکنیم آهاش. آ ب به توان دو مساوی میشه با بی هاش ضرب در ب سه. آ سه به توان دو مساوی میشه با سی هاش ضرب در ب سه. آ هاش به توان دو مساوی میشد بی هاش ضرب در هاش سه. این تو مثلث قائم الزاویه داره. درست؟ قبول آقا؟ بیایم سراغ 308.
چند داده؟ پیو کیو در بیضی مقابل طول قطر بزرگ 12 هست. پس یعنی دعا 12 شد. الان سه یعنی این تیک. طول فاصله کانون رو خواسته. گوش میکنیم بچه ها. FF پریمو میخواد. یه لحظه گوش میکنید. PF پریم چند میشه؟ اینه به اضافه این مگه نباید 12 بشه؟ اینه به اضافه این مگه نباید 12 بشه؟ اینجا میشه هفت. F پریم Q چند میشه؟ سه به اضافه این باید بشه 12. قبول آقا؟ این زاویه بچه ها تتا باشه؟ این زاویه میشه 180 منهای تتا، درسته؟ قضیه کوسینوس رو میخوام برم، بچه دقت کنید، گوش بکنید. سالار نخواب تو مثلثه اف اف پریم پی میگم که آقا اف اف پریم به توان دو مساوی میشه با این زل به توان دو 49. ببخشت عوض میخوام این هفت به توان دو یعنی 49 مساوی میشه با اف اف پریم به توان دو به اضافه 5 به توان دو منهای دو تا ضرب داره 5 ضرب داره اف اف پریم کوسینوس تتا. میشه اینطوری نوشت یا نه؟ بیاد تو مثلث پایینی، مثلث اف پریم اف کیو دوباره 9 به توان دو یعنی 81 برابر میشه با اف اف پریم به توان دو به اضافه 3 به توان دو منهای دو ضرب داره 3 در اف اف پریم کوسینوس 180 درجه منهای تتا. درست آقا؟ مشکلی که نیست بچه. کوسینوس 100 اینو یه ذره مرتبش بکنم، سادش هم بکنم. این 49 با این 25 میره چی میشه؟ 24. 24 مساوی شده با اف اف پریم به توان دو منهای 10 تا اف اف پریم کوسینوس تتا. قبوله؟ این 81 که با این 9 بره کنار چی میشه؟ 72 مساوی میشه با اف اف پریم حالا کوسینوس 180 منهای تتا با کوسینوس تتا اکبره چه ارتباطی داره؟ کوسینوس 180 منهای تتا با کوسینوس تتا چه ارتباطی داره؟ قرینه شه. پس میشه منفی کوسینوس تتا. این منفی بیاد بیرون با این میشه چی؟ به اضافه. پس میشه به اضافه 6 تا اف اف پریم کوسینوس تتا. قبوله بچه ها؟ همه گوش کنیم. من هدفم اف اف پریم پیدا کردنه، درسته؟ پس این کوسینوس تتا مزاحمه، یه جور باید از بین ببرمش، درسته؟ یه جور باید از بین. ها این توان دو داره، آره مستطره. بالا رو ضرب داره 3 بکنم، پایین رو ضرب داره 5 بکنم. بالا رو ضرب داره 3 بکنم 3 میشه، پایین رو ضرب داره 5 بکنم اینم 3 میشه دیگه، درسته؟ بچه ها گوش میکنید؟ گوش میکنید آقا؟ بالا رو ضرب داره 3 بکنم 3 تا 24 میشه 72 مساوی میشه با 3 تا اف اف پریم به توان 2 منه 3 تا اف اف پریم کوسینوس تتا. پایین رو ضرب داره 5 تا 72 مساوی میشه با 5 تا اف اف پریم به توان 2 به اضافه 3 تا اف اف پریم کوسینوس تتا. اینا رو با هم جمع بکنم
این سی تا اف اف پریم کوسینوس تا از اینم به اضافه سی تا از بین میره یا نه؟ جمع بکنم این میشه 6 تا 72 مساوی میشه با 8 تا اف اف پریم به توان 2. درسته؟ این 8 با 72 میشه 9. پس اف اف پریم به توان 2 میشه 6 ضرب در 9. پس اف اف پریم میشه 3 رادیکال 6. چقدرش دیگه؟ کدوم گزینه میشه؟ گزینه یک. فهمیدید؟ مشکلی که نیست. تو راه حلش قضیه استفاده رو نوشته بود، لازم نبود. گوش کن، بعدی سهمیه. سهمی چی هست؟ تو سهمی یه خط مهمه، یه نقطه مهمه، درست؟ این سهمی باشه، هر نقطه رو سهمی فاصلش از این خط و فاصلش از این نقطه با هم برابر است. یه منحنی یه نقطه ثابت، فاصلش از یه نقطه ثابت و خط ثابت مقدار ثابتیه. خط نیست که نیم ساز باشه، این یه نقطه است. درست؟ هر نقطه رو سهمی از خط ثابت و نقطه ثابت به یک فاصله. یعنی اینجا یه اینی در نظر بگیرید، این فاصله رو ان کار حساب بکنید، ان اف هم حساب بکنید، این دوتا با هم برابر میشن. یه پی اینجا در نظر بگیرید. نه دیگه، نقطه ثابته. درست؟ اف یه نقطه ثابت. اف باشه چه جوری باشه؟ نه درجه باشه دیگه. نه. چی نه درجه؟ این وقت قائم باشه دیگه. فاصله از خط قائمه دیگه. نقطه که ما یه نقطه دیگه بود این برتر بود. نقطه ثابته. خط هم ثابته. دو تا نقطه بود. دو تا نداریم. تعریف سمینه. از یک نقطه ثابت و خط ثابت به فاصله ثابت باشه. درست شد؟ پس سهمی مکان هندسیه، نقاطی از صفحه است که از یک نقطه ثابت و از یک خط ثابت به یک فاصله اند. آقا همون نقطه F چجوری هستم باید پیداش کنی؟ اصلا خودش داده، خودش میگه، خودش میگه، میگه نقطه ای رو پیدا بکنید که از اینجا و از این خط به یک فاصله باشه. باید بدونیم معیار اون نقطه F چیه که مثلا بگیم که از اینجا به اونجا فرق برابر داره. ببینید یا نقاطی از صفحه، مثال اینطوریه، نقاطی از صفحه رو پیدا بکنید که از نقطه یک و دو و خط مثلا x مساوی 2 به یک فاصله باشن. درست؟ این خط x مساوی 2، اینم نقطه. درست؟ بلانی توت کشتم باز کن که لاغر سرسده نده. این توت کشتشو باز کن لاغر سرسده نده، داری میخوابی خور پفت از بینت بیاد بیرون. آقا دنبال یه نقطه از صفحه میگردم
از این نقطه و از این خط فاصلش یکی باشه. اون نقطه رو نمیدونم، مجهول میگیرم. نقطه M مجهول باشه X دیگه. یه نقطه میگیرم، درست؟ یه نقطه M اینجا میگیرم مجهول X Y. این فاصله و این فاصله باید برابر باشه. خودش گفته دیگه، درسته؟ یعنی MF اندازش باید برابر اندازه M هاش باشه، درسته؟ قبوله تا اینجا؟ میام حساب کتاب میکنم. این نقطه، نقطه یک و دوه. MF رو میتونم حساب بکنم دیگه. MF میشه چی؟ میشه رادیکال؟ رادیکال X منهای یک به توان دو به اضافه Y منهای دو به توان این MF. درسته بچه ها؟ قبول؟ ام هاشو چجوری حساب میکنم؟ نقطه از خط دیگه. X منهای دو به توان دو، درسته؟ قدر مطلق X منهای دو میشه. قدر مطلق X منهای دو میشه. قبول دارید؟ حالا اینو سادهش بکنم، درسته؟ به توان دو برسونم. X منهای یک به توان دو به اضافه Y منهای دو به توان دو مساوی میشه X منهای دو به توان دو. X دو منهای دو X مخرجش رادیکال یک میشه دیگه، درسته؟ به اضافه یک به اضافه Y دو منهای چار Y به اضافه چار مساوی شده با X دو منهای چار X به اضافه چار. این X دو با این X دو میره، این چار هم با چهار میره، درسته؟ Y دو منهای چار Y به اضافه دو X این چار X هم بیاد این ور به اضافه یک مساوی صفر. معادله این شکل این میشه، درست شد؟ اون شکلی که دنبالش میگردیم این میشه، یه سهمی و فوقی میشه. ایگرگش توان دو گرفته، درسته؟ قبول دارید؟ مشکلی که نیست، این معادلش میشه. حالا مثلا فرض کنید که نقطه‌تون این گفته بود نقاطی از صفحه پیدا کنید که از نقطه یک و دو و خط ایگرگ مساوی منفی سه به یک فاصله باشد. آره، درست. حالا میخوایم مرتب کنم، میخوایم مرتب بشن کنم، اونم فعلا کار ندارم، درسته؟ الان اینجا نگاه کنید، نقطه یک و دو، این نقطه خط ایگرگ مساوی منفی سه همین. نه هر ایکس ایگرگ نه، ولی پی شمار جواب داره، درست شد؟ حالا دوباره یه ام اینجا میگیرم، ام ایکس ایگرگ، این فاصله و این فاصله باید برابر باشه دیگه، درسته؟ درسته. ام اف باید برابر باشه با ام کا. ام اف میشه ایکس منهای یک به توان دو ایگرگ منهای دو به توان دو. امکان که ایگرگ به اضافه سه میشه، درسته؟ ایگرگ منهای منهای این ایگرگ به اضافه سه میشه دیگه. پایین اومده دیگه. اینو مگه تو این معادله نباید جا گذاری کنیم؟ مخصوصش قدر مطلق ایگرگ به اضافه سه تقسیم بر رادیکال یک دیگه. نقطه رو مگه تو معادله جا گذاری نمی کردیم؟ بعد نقطه مثلا AX صفر به اضافه BY صفر به اضافه سی تقسیم بر رادیکال آ دو به اضافه بی دو، مگر این نبود؟ آمون صفر بیمون یک جا گذاریم، درسته؟ حالا اینو به توان دو میرسونید میشه ایکس منهای یک به توان دو به اضافه ایگرگ منهای دو به توان دو مساوی میشه با ایگرگ به اضافه سه به توان دو. میشه ایکس دو منهای دو ایکس به اضافه یک به اضافه ایگرگ دو منهای چار ایگرگ به اضافه چهار مساوی میشه ایگرگ دو به اضافه شیش ایگرگ به اضافه نو. ایگرگ دو با ایگرگ دو میره میشه ایکس دو منهای دو ایکس این یک و این چهار با این میرن اینجا میشه چهار، درسته؟ میشه ده ایکس دو به اضافه دو ایکس مساوی میشه با ده ایگرگ به اضافه چهار.
این یه معادل سهمیه که آشنا بود براتون دیگه، درسته؟ قبوله؟ پس سهمی تعریفش این میشه، از یک نقطه ثابت و از خط ثابت به فاصله ثابت است. درست شد؟ اما همیشه بخوایم اینطوری بنویسیم معادله به دست بیاریم خیلی طولانی میشه. میخوایم بریم راحت‌تر باش برخورد بکنیم. درست شد؟ بچه دقت کنید، تو سهمی این خط مهمه. خط رو بهش میگن خط هادی. و این نقطه ثابت که بهش میگن کانون. درست؟ این سهمی مونه. از نقطه ثابت و خط ثابت بگو. خط ثابت رو بهش میگن خط هادی، نقطه ثابت رو بهش میگن کانون. درست؟ اینی که از کانون عمود رسم میشه، این میشه محور تقارن سهمی. درست؟ این نقطه میشه رأس سهمی. درست؟ این نقطه میشه رأس سهمی. این فاصله، فاصله کانون تا رأس، عموما با آ نشون میدن یا با پی. اینجا باز همون آ میشه. درست؟ پس از کانون تا خط هادی دو آ میشه، از کانون تا رأس آ میشه، از رأس تا خط هادی هم آ میشه. درست شد؟ فاصله رو با یه عددی نشون میده. مختصات رأس آلفا و بتا باشه. درست؟ این آ و مختصات رأس معادله رو مشخص میکنه. یعنی آ رو بلد باشید، مختصات رأس هم بلد باشید، معادله کامل مشخص میشه. درست؟ برای رسته. درست؟ گوش میکنی آقا؟ حالا سه مدل سهمی داریم. سهمی که خط هادیش عمودی باشه، اصطلاحا هم به این سهمی میگن سهمی افقی. سهمی که خط هادیش افقی باشه، اصطلاحا هم به اون سهمی میگن سهمی عمودی. سهمی که خط هادیش مایل باشه بهش میگن سهمی مایل. درست؟ تو درس شما با سهمی مایل کاری نداریم، فقط سهمی افقی و عمودی رو میخونیم. کلان دو تا مثال دیدید، یکیش عمودی زدم، یکیش افقی. درسته؟ قبول دارید؟ حالا اون نقطه اولی از سمت راست کانوناره؟ این اف کانون، این اف کانونه. درسته؟ این رأسه، اینم خط هادیه. رأس بین وسط خط هادی و کانون هست، یادمون باشه. درست؟ فهمیدی چطور شد بچه ها؟ حالا معادله سهمی میخواییم بنویسیم. این آلفا و بتا مهمه، میشه ایکس منهای آلفا بتا وان دو، ایکس منهای آلفا ایگرگ منهای بتا. اگه سهمیتون افق ببینید، دیدید یکیش توان دو داشت، یکیش توان دو نداشت، درسته؟ تو یکیش ایکس توان دو بود، تو یکیش ایگرگ توان دو بود. درسته؟ تو افقی ها ایگرگ توان دو داره. این ذره به چهار آم میاد کنار درجه یک، این میشه سهمی افقی. چرا چهار آم؟ تو اثباتش هست دیگه، اینطوری حساب کنی برسی میشه. اونجا حساب کردیم آخرش هم میبینیم چهار آم میشه. درست؟ تو عمودی ها x منهای آلفا به توان دو مساوی میشه با چهار آ ایگرگ منهای بتا. این افقیه دیگه، درسته؟ قبول. حالا در مورد علامت عام یه چیزی بگم بعد سهمی تمام بشه. سهمی، سهمیش نخدا، سهمیش افقی. گفتین بر اساس خط هادی نهاد، خط هادی عمودی باشه سهمی افقی میشه، خط هادی افقی باشه سهمی عمودی میشه، برعکس خط هادی. درست شد؟ قبول بچه تا اینجا؟ گوش میکنید. اگه دهنه سهمی طرف راست باشه آ مثبت، طرف چپ باشه آ منفی، این آ. درست؟ اگه سهمی به طرف بالا نگاه بکنه آ مثبت، به طرف پایین نگاه کنه
آ چی هست؟ منفی. درست شد؟ این کل سهمیه. اون دوتا مثالی که حل کردیم به دست آوردیم، میخوام معادلاتش از این طریق به دست بیارم. درسته؟ مثال اولی هم چی بود؟ بچه نوشتید چیزی نیست که چیز نوشته؟ چی بود؟ مثال اولی که اینجا زدم کانونمون دو یک بود؟ یک و دو؟ درسته؟ خط عادیش چی بود؟ ایکس مساوی دو بود. درسته؟ ایکس مساوی دو خط عادیمون کانونمون هم یک و دو بود. الان میخوام از این طریق، به طریق تعریفی رفته بودیم، از این طریق میخوام حساب معادلاشو به دست بیارم. درسته؟ اینجا رو عمود رسم بکنم، اینجا میشه ایکسش دو میشه، ایگرگش هم دو میشه. درسته؟ قبول دارید؟ حالا وسط این دوتا نقطه میشه اس، وسط این دوتا نقطه میشه اس، جمع بکن تقسیم بر دو بکن، چی میشه؟ سه دوم و دو. درسته؟ قبوله؟ سهمی خط عادی رو قطع نمی کنه، این میشه سهمیمون. سهمیمون چنین شکلی میشه. درسته؟ قبول؟ آمون چنده بچه ها؟ آمون یه دوم میشه دیگه. درسته؟ چون دهنه هم این وره چی میشه؟ منفی یه دوم. آها آد چیز میشه؟ اون سه دومه منهای یک؟ آره اینجا دیگه فاصله اینجا، یه فاصله اینجا، فرقی نمی کنه. الان همه چیز مشخص شد، رأس همینه، ایکس منهای سه دوم، ایگرگ منهای دو. افقی یا عمودیه؟ افقی. افقی کدوم تمام باید بگیره؟ ایگرگ. چهار آ باید کنار درجه یک قرار بگیره. چهارا چی میشه؟ منفی دو. منفی دو. درست شد؟ حالا اینو به تمام برسن ساده بکن، میبین با اونی که به دست آوردیم یکی شد. فهمیدی چطور شد؟ قبول؟ مشکلی که نیست؟ پس اینطوری حساب میشه. جان؟ قبلی اون یکی چی بود؟ ایگرگ منفی سه بود؟ کانون تم همون یک و دو بود. خط عادی و قطعه چی میشه؟ خط عادی رو قطعه میبینه ده و سی و پنج. خط عادی یعنی سهمی نیستش؟ سهمی هرگز خط عادیش رو قطعه نمی کن. هرگز حتما فاصلش، کمترین فاصلش همون اینجاست، اندازه آ فاصله داره. بعد اگه این خط عادی شد، الان اینجا نگاه کنید، سهمی به طرف پایین نگاه بکنه آیش منفی میشه، به طرف بالا نگاه کنه آیش مثبت. الان اینجا رو نگاه کنید، میخوام آقا کانون سهمی یک و دوه، خط عادیش هم میگه منفی سه، میخوام معادله اینو به دست بیارم از این طریق. قبلا به دست آوردم، درسته؟ از کانون عمود رسم بکنم، اینجا چه نقطه میشه؟ یک و منفی سه. وسط این دوتا جمع کن تقسیم بر دو بکن، یک منفی یه دو، منفی یه دو اینجاست، یک و منفی یه دو. درسته؟ این رسمه. پس سهمی اینطوریه. درسته؟ خط عادی را نباید قطع بکنه، خط عادی را نباید قطع کنه، این خط عادیه. درست؟ حالا به طرف بالا نگاه میکنه، پس آیش مثبته. آیش ببینم چقدره؟ دو و نیم. دو و نیمه، درسته؟ اینجا دو، اینم نیم، دو و نیم، پس آ میشه پنج دوم. حالا ایکس منهای یک، ایگرگ منهای دوم، ایگرگ به اضافه یه دوم. بچه ها کدوم توان باید بگیره؟ چون عمودی x باید توان بگیره، برابر. درسته؟ 4a کنار این باید قرار بگیره. آمون چنده؟ 5 دوم. 4a مون چند میشه؟
اینجا یه ده میذارم. فهمیدی چطور شد؟ کانون هرچی به خط حادی نزدیکتر شه سهمون بسته تر میشه. چه؟ کانون سهمون هرچی به خط حادی نزدیکتر شه سهمون بازتر میشه. آن چرا پنگ رو اومده؟ فوسته اینجا بشه. اینجا بشه. دو بو 500 اون دیگه. دوم اینجا. اون یک دوم. بابا اگه کانون بیفته روی خودت خط یه خط صاف چیزی نداریم. خط میشه. یه خط صاف نداریم آقا. نمیشه آقا. تو کوسه. آقا اگه افمون یک بسته بود. خب آخ این نقطه افمون نقطه رأس سهمون بالاتر از خط بالاتر داره. بعد آقا تو ما فرموله که میداشتیم ایکس مثلا محورهای یک اون وقت ایکس دو میشد دیگه، یعنی دو جا تو محور ایکس ها رو خط میکنه ولی در واقع هست نمیشه نکنه میشه آقا اونجا با تو ما معادله هستیش که مثلا قانونت یک و سه گرفتی؟ آره قانونت یک و سه چیز نداره کنارش اینجا چی میشه؟ اینجا میشه یک و منفی سه. اینجا میشه یک و سه. وسطش میشه صفر و یک و صفر. درسته؟ اینجا میشه یک و صفر. قبوله؟ درسته؟ معادلت رو مینویسیم. آیه چقدره؟ سه. پس ایگرگ منهای صفر ایکس منهای یک چون عمودی x توان دو میگیره. درسته؟ آ چنده؟ آ سه. چهار آ میشه؟ دوازده. پس میشه دوازده y مساوی میشه با x منهای یک به توان دو. حالا این چه مشکلی داره؟ خب الان تو اینو مثلا باز کنیم به ازای دو مقدار x مساوی صفر میشه. نه به ازای اونجا y رو صفر بدی فقط یه دونه x مساوی یک میشه جواب ما داره. میور ایکس یعنی ایگرگ صفر بیدی درسته؟ ایگرگ صفر بدی برای ایکس فقط یه جواب بیدسته میشه همون راستی درسته؟ مشکل پیش؟ یه چند تا سوال سهمی از اینجا حل بکنم ببینید که چه 309 310 هر دوتاش حل میکنم 309 بعد دقت کن آقا گوش میکنی؟ گوش کن آقا مختصات رأس سهمی که کانون آن 3 و 5 هست آقا وقتی x رو میده x رو تمام میگیره دیگه آره 3 و 5 اینجا کانونمونه 3 و 5 خط آدمون x مساوی منفی 3 اینم خط آدمونه درسته افقیه یعنی y توان دو بدوگی عمود رسم بکنیم اینجا میشه منفی 3 و 5 وسط این دوتا نقطه رسم میشه منفی 3 و 5 و 3 و 5 وسطش میشه 0 و 5 درسته 0 و 5 پس میشه رسمون میشه 0 و 5 مثلا همینو خواسته بود گزینه 3 میشه درسته؟ گزینه 3 سهمیش هم مثبت میشه درسته؟ حالا شکلشو میخوایم بکشیم این شکلشه درست آیش چنده؟ 5 آیش این فاصله است 5 3 5 کرده این فاصله چقدره؟ 3 آ میشه 3 معادلمون رو میخواییم بنویسیم x منهای 0 y منهای 5 y به توان 2 میرسه مساویه
آمون سه چهارم میشه دوازده. درست شد؟ مدر. همه چیزش مشخص شد، کانونش مشخص، رأسش مشخص، خط اینم که خط محور تقارنشه. محور تقارنش ایگرگ مساوی پنجه، ایگرگ مساوی پنج محور تقارنشه. تمام آقا؟ 310 میگه معادله سهمی که کانونان مرکز این دایره. اول مرکز این دایره رو به دست بیاریم، مرکز دایره رو میخوایم به دست بیاریم، چکار کنیم؟ مربع کامل، درسته؟ x2 منهای 2x به اضافه y2 مساوی 0. یه یک اضافه کن، یه یک همین اضافه، x منهای 1 به توان 2، y2 مساوی 1. پس مرکز هم میشه 1 و 0. مسئله اینه، مرکز 1 و 0. اون شوست دیگه، رفت نداره. اون تو دایره است شوست. خط تا x مساوی منفی 1. اینم x مساوی منفی 1. از اینجا عمود رسم بکنیم. اینجا منفی 1 و 0. اینجا هم 1 و 0. وسط این دوتا میشه رأس. رأس هم چی میشه؟ 0 0. سهمی خط عادی را قطع نمیکنه. پس این وری باید نگاه بکنه. آیش مثبته. چند آیش؟ یک. آ میشه 1. x منهای 0، ایگرگ منهای 0. افقی یا عمودیه؟ افقی. افقی چی باید توان بگیره؟ ایگرگ. اون 4a باید کنار درجه 1 قرار بگیره. 4. پس 4x مساوی میشه با ایگرگ 2. کدوم گزینه میشه؟ گزینه 1. جان؟ به مبدأ من کاری ندارم که. خط حادی را قطع نمیکنه. خط حادی را قطع نمیکنه. گوش میکنه. 312 نقطه منفی 1 و 1 رأس سهمی، منفی 1 و 1 این رأس سهمی، x مساوی منفی 3 چهارم اینم خط حادی. رأس سهمیه، پس سهمی اینوری نگاه باید بکنه، درسته؟ حالا آمون چقدره بچه ها؟ فاصله رأس تا خط حادی میشد آ، درسته؟ اینجا منفی 1، اینجا منفی 3 چهارم، فاصلهشون چقدر میشه؟ 1 چهارم، درسته؟ اما دهنه اینور نگاه میکنه، دهنه منفی. پس آ منفی میشه، آ میشه منفی 1 چهارم، درسته؟ حالا x منهای منهای 1، x به اضافه 1، ایگرگ منهای 1، افقی یا عمودیه؟ افقیه. چی توان باید بگیره؟ ایگرگ مساوی 4 آ باید اینجا قرار بگیره، منفی 1. درست شد تا اینجا؟ این معادلمون شد، اما معادله رو نخواسته، گفته محور طولها رو با کدام طول قطع میکنه. محور طولها یعنی چی؟ ایگرگ صفر بشه، درسته؟ ایگرگ صفر بشه، ایگرگ صفر بذارید، منهای ایکس منهای 1 مساوی میشه یک. پس ایکس مساوی میشه منفی 2. پس این نقطه تلاقی منفی 2. کدوم گزینه میشه؟ 2. گزینه آقا منفی 2 نمیشه، اما ایگرگ بذاریم صفر بشه منفی که تاوردو میشه 1، منفی هم میره اون بر میشه منفی 2. گزینه چند شد؟ دو. گزینه دو. 314 دقت کنید.
314. فاصله کانون سهمی به معادله این از خط هادی. بچه دقت کنید اون معادله رو بخونید. دو ایگرگ دو به اضافه 15 مساوی شده با سه اکس به اضافه 12 ایگرگ. سه اکس به اضافه 4 ایگرگ. درسته؟ سه در اکس به اضافه 4 ایگرگ. بچه ها دقت کنید اینو داده یه سهمی هست، من میخوام همه چی اطلاعاتشو بیرون بکشم. گوش میکنی؟ حواستون اینجا هست؟ آقا اینجور کارا ایگرگ ها یه طرف، ایکس ها یه طرف، سعی میکنید قیافهشو اون مدلش بکنید. درست شد؟ دوتا ایگرگ دو یه دوازده ایگرگ این برست میشه منهای دوازده ایگرگ مساوی شده با سه ایکس منهای 15. درسته بچه ها؟ مربع کامل کنم، دو در ایگرگ منهای 6 ایگرگ، ایگرگ دو منه نم میشه 3 ایکس منهای 15. چقدر اضافه کنم این مربع کامل بشه؟ 9. یعنی در حقیقت چقدر اضافه کردم؟ 18. حالا میشه دو در ایگرگ منهای 3 به توان 2 مساوی این منفی 15 با این میشه 3. از 3 اش هم فاکتور بگیرم ایکس به اضافه 1. درسته؟ کنار توان دو هیچ ضریبی نبود، پس این باید بره اونور. ایگرگ منهای 3 به توان 2 مساوی شد 3 دوم در ایکس به اضافه 1. درسته؟ قبول؟ این 4 آیه. این چی هست؟ 4 آیه. 4 آ شده 3 دوم، آ میشه 3 هشتم. مسئله چی خواسته بود؟ من فعلا مسئله رو جواب بدم. فاصله کانون از خط هادی. فاصله کانون از خط هادی همون آیه. دو آیه. دو آیه. فاصله کانون از خط هادی دو آیه. اینجا آیه، این هم یه آیه میشه دو تا. سه چهارم. درسته؟ پس میشه دو آ میشه سه چهارم. جواب تست کدوم میشه؟ گزینه یک. درسته؟ اما من میخوام شکل کامل بکشم. گزینه یک. درسته بچه ها؟ من میخوام شکل کامل بکشم. رسم کجاست؟ رسم کجاست؟ رسم اینجا نگاه کنید. منفی یک و سه. رسم منفی یک و سه. اینجا رسمه. سهمی افقیه یا عمودیه؟ افقی. افقیه. راست نگاه میکنه یا چپ نگاه میکنه؟ راست نگاه میکنه. چرا؟ چون آیش مثبت شده. پس یعنی چنین چیزی. درسته؟ حتی محور ایگرگ ها و محور ایکس ها رو کجا قطع میکنه میتونم پیدا بکنم. درسته؟ ایکس رو صفر بدم ایگرگ رو میتونم کجا پیدا بکنم؟ ایگرگ رو صفر بدم ایکس رو میتونم پیدا بکنم. مشکلی که نیست. این میشه خط هادیش از رأس به اندازه آ بیا اینور، به اندازه سه هشتم بیا. رأس هم چی هست؟ منفی یکه. درسته؟ منفی یک منهای سه هشتم، منهای یازده هشتم، منهای یازده هشتم. درسته؟ منهای یازده هشتم یعنی ایکس مساوی منهای یازده هشتم میشه خط هادیم. کانونم از رأس به اندازه آب یا داخل. درسته؟ منفی یک به اضافه سه هشتم میشه منفی پنج هشتم. یعنی رأس هم میشه کانون، هم میشه منفی پنج هشتم و سه. این میشه کانون. این میشه خط هادی. محور تقارنش چی میشه؟ محور تقارنش ایگرگ مساوی سه. ایگرگ مساوی سه هم محور تقارنش میشه. همه چیزش مشخص شد دیگه. درسته؟ قبول آقا؟ مشکلی که نیست، کل سهمی همینه.